الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم صدق الله العلي العظیم بعد از اینکه در آیات گذشته بیان شد که خدا طیبات را حلال کرده در این آیه بعضی از محرمات بیان شده چیزهایی که خدا آنها را حرام کرده انما این یک اداتی است برای حصر انما حرم علیکم المیته مردار خدا مردار را بر شما حرام کرده چون که خبیس است و دم خون خوردن خون جائز نیست این را خدا حرام کرد و لحم الخنزیر گوشت خوک چون که پلید و رجز هست و ما اوهل بهی لغیر الله آن گوسفند یا جانوری که در وقت کشتن نام بوتان برده بشود نام خدا برده نشود این هم پلید هست اینها خدا حرام کرده اما اگر کسی مزتر شد در مخمسه در بیابانی که اگر از این محرمات تناول نکند ضرر عظیمی برش مترتب میشه مثلا میمیره در این صورت خدای متعال به دو شرط حلال نموده یعنی این حرمت برای کسی که مستر است برداشته می شود یکی اینه که باقی نباشد دو عدوان نکرده باشد اما تفسیر آیه شریفه این است که خدای متعال میگوید ما طیبات را برای شما حلال کردیم لذا اصل حلیت هست اگر یک چیزی حرام هست این با دلیل باید ثابت شود که این خبیس است تا اینکه حرمتش برای شما ثابت شود حالا یه چیزایی هست خبسش را انسان درک میکنه لذا هیچ انسان عاقلی دنبالش نمیره یک چیزهایی هست که خبسش برای مردم آشکار نیست لذالک باید ارشاد بشن مصادیق خبیس بیان بشود برایشان گوشت مردار اگر این مردار متعفن شده باشد خب شاید خبسش را همه درک بکنند اما اگر متعفن نشده باشد خبسش را خیلی درک نمی کنند. لذا این آیه بیان نمود یا خون جاهلی ها خون می و تا الان تولید می کنند خوراکی هایی که از خون درست شده هست یکی از دوستان نقل کرد که در بعضی از کشورهای غیر مسلمان مثلا در کشتارگاه ها هنگامی که سر جانور توسط مثلا تیغ برقی قطع میشه فورا یک دستگاهی بر گردن این جانوری که سرش قطع شد نصب میشه و تمام خونی که در بدن این جانور هست این خون را میکشه این دستگاه و سپس بسته بندی میشه به شکل مثلا سوسیس یا امثال اینها در معرض فروش قرار داده میشه خب خبس این برای خیلی از مردم معلوم نیست عرب های جاهلی میخوردند آیه اومد بیان کرد که این خبیس است بر شما و همچنین گوشت خوک گوشت خوک از نظر ظاهری شاید خیلی مردم براشون خبسش معلوم نباشد پلیدی او معلوم نباشد برای مردم لذالک الان اکثر اهل جهان از گوشت خوک تناول میکنن میخورن غیر از یهودی ها و مسلمان ها لذالک این آیه آمد تذکر داد که اینها از خباعث هستند. خب حالا چرا این آیه آمده به انمای حصر انما حرمه چون که انما یکی از ادوات حصر هست فقط این چیزها حرام است در حالی که ما میدانیم که محرمات مخصوص به اینها نیست یه چیزهای دیگری هم هست که حرام هست چرا اینجا در آیه ادات حصر آمده چند وجهی براش گفته شده یک وجه این است که این حصر حصر اضافی هست یعنی نه حسر حقیقی آیه نمیخواد بگوید کل محرمات خوراکی ها فقط این چارتاست این آیه میگوید مقابل چیزی که مشرکین حرام میکردند مقابل این فقط این چارتا حرام است یعنی مشرکین انواع و اقسام محرمات داشتن بحیره داشتند سائبه داشتن، حام سائب داشتن،, خام داشتن. ما جعل الله من بحیرة ولا صاعبة ولا حام یک انواعی از مثلا گوسفند و گاو و شتر را حرام میکردند بعضیها رو بر مردها حرام میکردند بعضیها رو بر زنها حرام میکردن مثلا یا امثال اینها از محرماتی که انجام میدادند نرها رو حلال میکردند مادهها رو حرام میکردند خدای تبارک و تعالی در مقابل این تحریمی که اینها کردند میگوید این چیزهایی که شما حرام کردید اینا حرام نیستند چیزهایی که حرام هستند میته و دم و لحم خنزی ما اهل لغیر الله هست پس یک حصر حصر اضافی هست یعنی نسبت به چیزی که اونها حرام میکردند شایدم این از باب قلب باشد یعنی میته فقط و فقط حکمش حرمت است حکمی غیر از حرمت ندارد دو حالت ندارد در حال عادی که بگیم حالا بعضی از میته ها حلاله بعضی هاش حرامه مثلا خیر میته حکم اولیش همه انواعش حرمت است دم حکم اولیش یعنی دم مسفوح تمام انواعش حرام هست گوشت خوک حکم, اول حکم اولیش این است که فقط و فقط حرام است دیگه اینکه یک انواعی که حلال باشد نداریم یعنی در اینجا انما میته حرام و قلب شد شد انما حرم علیکم المیت و الدم ممکنم هست که حصر حقیقیه یعنی در هنگامی که آیه نازل شد اینا فقط حرام بوده هیچ حرام دیگه ای در خوراکیا نبوده چون که همچنانی که معلوم هست احکام الهی بر مردم به تدریج نازل شد روز اول که پیامبر مبعوث شدند خدای تبارک و تعالی در ماه رمضان همون سال در شب قدر تمام قرآن را بر پیامبر نازل کرد انا انزلناه فی لیله القدر همون سال اول بعثت چون که بنابر مشهور و روایات داله برش هست که پیامبر در روز 27 ماه رجب مبعوث شدن برانگیخته شدند. قبلش پیامبر بودند نبی بودند رسول نبودند بلکه نبوت پیامبر از روزی که خدا پیامبر را آفرید نورش را آفرید از اون وقت پیامبر بود کنت و نبیا و آدم بین الماء و الطین اصلا آدم بین آب و گل بود و پیامبر پیامبر بود روزی هم که به دنیا آمد پیامبر بود قبل از چل سالگی هم پیامبر بود فقط نبی بود معمور به تبلیغ نبود در بیست و هفت ماه رجب سال بعثت سیزده سال قبل از هجرت پیامبر رسول شد یعنی معمور شد که به مردم تبلیغ بکنه البته تبلیغ پیغمبر هم در, مر... در چند مرحله بود ابتدا به حضرت امیر و خدیجه و سپس بعد از سه سال به فامیل های نزدیک و انذر عشیرت کل اقربین و سپس به اهل مکه لتنذر اهل ام القرا و من حولها و سپس برای تمام جهانیان این به تدریج بود رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله در همون سال بعثت در شب قدر کل قرآن بر پیامبر نازل شد انا انزلنا فی لیلت القدر ولكن پیامبر معمور بودند که این قرآن را بر کسی تلاوت نکنند مگر اینکه دوباره کم کم بر پیامبر نازل شد لذا در یک آیه شریفه هست لا تحرک بهی لسانک لتعجل به توی پیامبر عجله نکن که قرآن را تلاوت بکنی با زبانت قبل از اینکه دوباره بر تو نازل بشود و در آیه دیگر خدا میفرماید و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی و نزلناه تنزیلا این قرآن را به شکل متفرق جدا جدا کم کم برای بار دوم بر تو نازل کردیم در مناسبات مختلف لذا احکام به تدریج نازل شد اول کار تنها حکمی که بر مردم نازل شده بود این بود که شهادت این را معتقد باشند، تلاوت بکنن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله همین دوتا هیچ چیز دیگری بر اونها تکلیف نشده بود ولذا در روایتی هست که هر کسی در مکه دو شهادت را می گفت و معتقد بود اگر می مرد اهل بهشت بود حالا نه نمازی خونده نه روزهی گرفته نه حجی رفته نه امثال اینها چرا چون که اینها هنوز وجوبش به فعلیت نرسیده بود پیامبر معمور نبود که اینها رو به مردم تبلیغ بکنن سپس کم کم خدای متعال آیاتی نازل کرد و یک کارهایی را برای مردم بیان کرد که خوب است یک کارهایی بد است بدون اینکه وعده آتش بر کارهای بد به اینها بدهد و بدون اینکه وعده آتش به ترک اون کارهای خوب بدهد فقط ارشاداتی بود بدون اینکه عقوبتی در ترکش باشد این تا روزی که پیامبر در مکه بودند هنگامی که پیامبر به مدینه هجرت کردند دیگه احکام ابرام شد فلان حکم را اگر انجام ندادی در جهنم هستی اولین آیه هم که نازل شد در مدینه که احکام درش هست و وعده آتش جهنم بر ترک اون حکم داده شده سوره متففین هست گرچه مفسرین این را به عنوان آخرین آیهی ای آخرین سوره از سوره های مکی ذکر کردند اما از روایاتی که در کافی شریف هست استفاده میشه که این اولین سوره ای که در مدینه نازل شد ویل للمطففین خب احکام به تدریج نازل شد از جمله چیزهایی که از خوردن یا حرام بود در هنگام نزول این آیه فقط این چهار تا بود میته و میته و دم و گوشت خوک و اون که نام بت هنگام سربریدنش برده شده چیز دیگه حرام نبود و خسر میشه حقیقی بعدن محرمات دیگری هم اضافه شد خب انما حرم علیکم المیته میته چیه؟ میته در اصطلاح لغوی این در معنای لغوی مردار اما در اصطلاح شرع هر جانوری که مرده باشد بدون روش شرعی در ذبح یا در تزکیه یعنی فرض کنید که گوسفندی را عمدن پشت به قبله سر بریدند یا کسی که زابح بوده مثلا مسلمان نبوده شرایط را مراعات نکرده سر گوسفند را بریده مثلا یه پرست بیاد سر گوسفند را ببره این گوسفند با گوسفندی که یک مسلمان بیاد ذبح بکند به طرف قبله از نظر آزمایشگاهی گوشتش فرق ندارد ولیکن از نظر شرعی اون گوسفندی که شرایط درش مراعات نشده عمدن میته هست مرداره اون گوسفندی که شرایط ذبح درش مراعات شده این مزکا هست تزکیه شده هست پس این یک اصطلاح شرعی است که با, است، با معنای لغوی یا عموم خصوص منوج داره یا کمی خاصتر از معنای لغوی هست یا مثلا شطور سربریدن نداره شطور نهر دارد یعنی این گودی گلوی شطور را مثلا با چاقو یا با نیزه میزنند و این چون که محل اجتماع رگهای گردنش هست این رگها قطع میشه و باعث مرگ این شطور میشه این تزکیه شده تزکیهش به نحره اگر سر شطور را ببرن این میته هست یا ماهی راه تزکیهش این است که زنده از آب خارجش بکنند اگر در آب مرد این میته هست حالا اگر در شبکه مرد حالا اون بحث فقهی داره اگر در آب مرد این میته هست اگر زنده از آب دراش آوردن زنده در آوردن او از آب این تزکیه او هست پس این یک اصطلاح شرعی است که ظاهرا اخص از معنای لغوی هست یا در شکار یعنی فرض کنید که پرنده ای پرواز می کند این شکار چی به خاطر ارتزاق خودش مثلا یا به خاطر اینکه خودش بخوره یا بفروشه از پولش استفاده بکنه این را شکار میکنه نشانه میگیرد و تیر بهش پرتاب میکنه نام خدا را هم باید ببره خب تیر ممکن است به جاهای مختلف بدن بخوره اگر این پرنده افتاد و این شکارچی رسید و دید این پرنده مرده در اثر این تیر خب این تزکیه شده یا اگر سگ شکاری معلم را که یاد دادند با شرایطی که در فقه ذکر میشه این را بفرسته که یک مثلا آهوی یا یک حیوان حلال گوشتی را شکار بکنه با شرایطی که در فقه ذکر شده این اگر شکار کرد و رسیدن دیدن مرده و این تذکیه شده در آیه شریفه هست که و ما علمتم من الجوارح مکلبین سگهای شکاری که یادشون دادید که هر وقت بفرستیتش بره هر وقت هم بهش بگی وایسا وای میسه نه اینکه هنوز خوب یاد نگرفته به شرطی هم که نخوره از اون زبیحه به شرطی که فرستندش مسلمان باشه نام خدا رو ببره با شرایطی که در فقه مفصل ذکر شده و برسن ببینن مرده این گوشتش حلاله بله اگر زنده باشد باید اونجا سرش را ببرند اگر برسند و اگر سرش را نبریدن با اینکه میرسیدند و مرد این میته حساب میشه پس میته هر حیوانی که روحش خارج بشه و در اصطلاح شرع هر حیوانی که مردنش به غیر اون روشی باشد که در شرع دستور بهش داده شده اینو بهش میگن میته این حرام است و دم مراد از دم در این آیه آن خونی که ریخته شده یعنی وقتی که سر مثلا گوسفند را ببرند این خون بدن او از بدنش خارج میشه چون که از نظر پزشکی در یک جای خوندم که هنگامی که این شاهرگ ها بریده میشود خب هنوز نخواه متصله و مغز هنوز فرمان را به بدن صادر میکنه از لحظه ای که قطع میشه تا لحظه مرگ مغز تقریبا 8 ثانیه طول میکشه حسب این گزارشی که من خوندم خب این وقتی این رگ ها بریده میشه این خون از مغز قطع میشه فورا مغز به بدن به قلب دستور صادر میکنه که با تمام قوت خون بفرست و قلب هم با تمام قوت خون میفرسته خون بدن تخلیه میشه چون که خون اگر در بدن بماند باعث فساد این بدن میشه و جذبش برای میکروب خیلی شدید هست لذالک باید این خون خارج بشه خب این دم مسفوح دم ریخته شده یا دمی که باید ریخته بشود در وقت کشته شدن این خون خوردنش حرام هست اما خون متبقای در زبیحه شما هر گوشتی را که بگیرید حالا از قصاب گوشت را گرفتید گوشت تازه است فشار بهش بدید خون ازش میچکه این یک مقدار کمی از خون در کل گوش هست این حرام نیست پاکم هست چون که گوشتی نیست مگر اینکه ذراتی یا قطراتی از خون درش باشد پس بنابراین مراد از دم در این آیه دم مسفوح هست که در یک آیه دیگر تصریح شده الا یکون میتتن او دمن مسفوحا در سوره انعام آیه 145 بعد او لحم خنزیر یا گوشت خوک گوشت خوک از خو... گوشت هایی هست که بین مردم خیلی رواج دارد چرا؟ چون که زاد و ولد خوک خیلی زیاد هست آسان هست از نظر اقتصادی برای مردم مثلا صرفه می کند اما نمی دانند که این گوشت خوک پلید هست لذالک خدای متعال این را تحریم کرده حالا چه خوک اهلی باشد چه خوک وحشی که ازش تعبیر میکنند به گراز این پلید است حالا یک کسانی نقل میکردند که ازرار طبی شدیدی بر بدن دارد یک کسانی نقل میکنند که این باعث این میشود که غیرت در انسان از بین بره و یکی از چیزهایی که انسان را از جانوران تمیز میدهد غیرتش هست بر ناموسش و گوشت خوک غیرت انسان را بر ناموسش از بین می برد پلیدی های مادی و معنوی دیگری هم دارد حالا شاید خیلی هاش ما نمیدونیم اما خدایی که آفریدگار این جهان هست همه چیز را آگاه هست و چیزی که به یا ضرر انسان هست را هم بهش آگاه هست و ما اهل لغیر الله به هلال ماه در اول ماه را بهش میگن که یک مقداری مثلا چند درصدی نور از خورشید به ماه تابیده یعنی در واقع اون طرفی که روشن از ماه هست یه مقداریش طرف زمین هست شما به شکل هلال میبینید لذالک اون ماه اول ماه را بهش میگن هلال تا سه روز چهار روز بهش میگن هلال بعد که از شب چهارم به بعد باشه دیگه بهش هلال نمیگن بهش قمر میگن آخر ماه هم که بشه ولو باریک میشه. اما این آخر ماه هست لذا ماه آخر ماه. گرچه باریک است و شبیه هلال هست، اما بهش هلال گفته نمیشود. پس هلال اول ماه هست. بعد این کلمه تعمیم داده شد به اول هر چیز. لذا کسی که احرام میبندد و صدایش را بالا میبرد، تلبیه میگه دیگه چون که انعقاد احرام با تلبیه هست این صدا رو که بالا میبره میگن اهل بالحج چرا بهش میگن اهل بالحج آغاز کرد حج را مثل هلال که آغاز ما هست در ماه های قمری این هم با این تلبیه آغاز احرام را کرد مشرکین وقتی که میخواستن جانوران را سر ببرند نام بوتانشون را ذکر می کردن. شروع سربریدن و ذبح با نام بوتان بوده و این را خدا تحریم کرده و گوشت اون حیوان را هم حرام کرده و این جزی از انواع مردار هست اما جدا ذکر شد برای اینکه یک مسئله شایعی بوده فقط نام خدا باید برده بشه به عبارت دیگر خدای متعال در مسئله گوشت حلال چند مسئله را برای ما بیان کرده یک باید خود اون گوشت خبیس نباشد گوشت خوک خبیس است خیلی از جانوران دیگر مثل درندگان مثلا اینا گوشتشون خبیس است خب در فقه روایات زیادی وارد شده برای بیان چیزهایی که حلال است و چیزهایی که حرام هست از جانوران پس نباید خودش خبیس باشد دو ارتباط به خدا باید پیدا بکند لذالک قبله شرط است زابح یعنی کسی که قصاب هست باید مسلمان باشه که این گوشته ارتباط به خدا پیدا بکند این کار این کشتار مربوط به خدا بشود چون که خدا این جانوران را آفریده برای مسلحتی به انسان اجازه داده که بعضی از این جانوران را بکشد و صرف بکنه بخوره خب گرفتن جان یک جاندار این برای اینکه که ظلم نباشد باید مالک الملوک اجازه بدهد و لذا اگر مالک الملوک که خدای تبارک و تعالی باشد, اجازه نداده باشد اشکال پیدا میکنه اگر از این جانوران بزرگ باشد مثلا از حشرات کوچک نباشد اگر از جانوران بزرگ باشه بعضی از فقها گفتن اگر کشتن این جانوران به خاطر ضرری بر انسان نباشد کشتنشون جائز نیست این ظلم است یعنی فرض کنید یک کسی گربه ای هست این گربه رو بدون جهت بکشد این حرام است چون که ظلمه ظلم هم که شاه نداره دیگه لازم نیست که ظلم به انسان باشه ظلم به حیوان هم ظلم هست بله اگر یک حیوان موزی باشد یک گرگی حمله بکند یا ترسی از او باشد کشتن او برای دفاع از نفس یا برای اینکه انسان اموالش را حفظ بکند یا امثال اینها خب این جائز میشه چون که در وادی دیگر داخل میشه اما کشتن بدون سبب حرام هست ولی ذالک الان می خ... ذکر میکنیم در آخر بحث امروز که کسی که برای شکار میره این شکار چی؟ میره شکار میکنه این برای چی شکار میخواد بکنه؟ یه باره برای اینکه خودش زن و بچهش از گوشت این شکار استفاده بکنن بخورن خب این اشکال نداره میره ماهیگیری میکنه مثلا یا پرنده شکار میکنه یا مثلا چارپایی را شکار میکند که حلال گوشت هست که بخوره خودشو زن و بچهش این اشکال نداره ملک الملوک مولا الموالی که خدای تبارک و تعالی باشد اجازه داده اگر شکار میکنه نه اینکه برای اینکه خودش بخوره راه رزقشه این پرنده ها یا جانوران یا ماهیایی که شکار کرده میاره می در بازار میفروشه مردم دیگر استفاده ازش میکنن میخورن پولش را به این میدن خب باب رزقشه اینم اشکال نداره اما اگر شکار بیهوده باشد برای لحو باشه مثل پادشاهانی که میرفتن برای شکار اونم فقط برای لحو نه برای خوردن و نه برای ارتزاق اینو مجموعی از فقها گفتن حرام است این کار چون که به چه مناسبت این جانور را داری میکشی خدا بهش جان داده و به تو اجازه نداده که این را بکشی چون که نمیخوای بخوریش نمیخوای ارتزاق باش بکنی و لذا مشهور فقها ها شاید هم اجماع باشد در این زمینه گفتن که اگر کسی برای سفر سید لحوی خارج بشود نماز شکسته نمیشه اگر گفتیم که سید لحو حرام هست و معصیته میشه سفر معصیت و اگر سفر معصیت شد انسان اگر مسافرت کرد با شرایطی که ذکر شده سفرش حلال باشه حالا سفر زیارت سفر تجارت سفر دید و بازدیده، سفر برای تفریح سیاحت اینا همش حلاله لذا نمازش شکسته می شود با شرایطی که در سفر هست مسافت و امثال اینها و روزه را هم باید بخوره اما اگر سفر معصیت باشد یعنی سفر میکنه تا یک انسان بیگناهی را بکشد در اینجا سفر معصیت باعث این نمی شود که نمازش شکسته بشود و روزش را بخوره باید هم نمازش را تمام بخونه هم روزش را بگیره و از معصیتش هم باید توبه بکنه سید الله اگر گفتیم که معصیت است داخل در سفر معصیت میشه اگر هم گفتیم معصیت نیست که بعضی از فقها شاید گفته باشند به خاطر دلیل خاص نماز و روزه شکسته نمیشه بعد و باید روزه رو بخوره نخوره باید روزه رو نخوره پس بنابراین در شکار خدا چند تا مسئله رو ملاحظه کرده یعنی برای ما بیان کرده که این جانورانی که خدا آفریده ظلمن از بین نرند یکی از مسائل مربوط به خود گوشت اون شکار هست یا خود اون شکار که منفعت عقلایی داشته باشد حلال باشد اون منفعت یک مسئله دیگر هم مربوط به این که این کشتار ارتباط به خدا داشته باشد پس اگر بتان را اسمش را ذکر کردید این دیگه ارتباط با خدا نداره ارتباط با بت داره و چون که بت پرستی از پلیدترین و رجسترین کارها هست لزال گوشت این حیوان هم حرام میشه و ما اهل بهی لغیر الله حالا اگر کسی مستر شد در بیابان بود غذایی حلالی دستش نبود اگر مردار نخوره از گرسنگی تلف میشه میمیره اینجا ممکن بود که خدای متعال بگه بله بمیر چون که اختیار انسان در حال اضطرار که از بین نمیره یعنی این الان در وسط بیابان هست اگر از گوشت مردار نخورد میمیرد این میتونه نخوره تا بمیره بله خب خیلی شاید در اخبار سابقا بیشتر میشنیدید که یک کسانی اینا اعتصاب غذا کردند تا لحظه ای که مردند چون که انسان مادامی که مشاعرش کار بکند قدرت این را دارد که بر نفس خودش کنترل بکنه غذا نخوره 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 تا بمیره خدای متعال هم ممکن بود دستور بدهد که میته حرام حتی اگر مستر شدی به مرگم رسیدی نباید بخوری تا بمیری اینم ممکن بود کما اینکه در بعضی جاها خدای تبارک و تعالی همین کار را کرده جهاد انسان میره داره دفاع از وطنش میکنه دفاع از مثلا ارز و ناموس خودش میکنه یا در زیر پرچم امام معصوم داره جنگ میکنه اینجا دشمن حمله میکنه اگر این فرار نکنه کشته میشه خب اینجا حرام است فرار بکنه مگر اینکه تاکتیک نظامی باشد و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باع بغضب من الله تو حق نداری سنگر را خالی بکنی مگر تاکتیک جنگی باشد یا مگر اینکه میخوای ملحق به اصحابت بشی که با هم باشید که قدرت و قوت دست جمعی داشته باشید خب حق ندارد به گریزت ولو مستر هست اگرم هم نگریزه کشته میشه خب کشته باید بشه اون مسئله اهم است حفظ وطن ناموس دینت اطاعت از شرع خدا مهمتر از این است که تو زنده بمانی اگرم کشته بشی کشته بشو اشکال نداره نه اشکال نداره لازم هست بر تو با اینکه مستر است اما در غالب موارد خدای متعال منت گذاشته بر این امت اسلامی پیامبر فرمودن رفع عن امتی تسع نه چیز را خدا منت گذاشت بر این امت و از اینها برداشت یکی از اون موارد مضطر رو الیه اگر مسترب به چیزی شدند حکمش برداشته میشه البته حالا یک استثناءاتی داره که بیان کردیم بعضی از مواردش را در اینجا آیه میفرماید اگر مستر شدی جائز بخوری به اندازه که رفع استرار بکنی حق نداری بیشتر بخوری به اندازه رفع استرار فمن اضطر البته ممکن است در استرار اکراه و الجا را هم داخل بکنیم چون که لغتا شاید از مصادیق استرار باشد گرچه در اصطلاح فقهی و اصولی و اصطلاح شرعی استرار و اکراه و الجا سه تا مفهوم دارد اضطرار معناش این است که اگر انسان این کار را نکنه به ضرر شدیدی میفته خود اصلا کلمه اضطرار از ضرر است باب به افتعال از ضرره یا ضرر در جانش یا در مال عظیمش یا در آبروش و ناموسش این اضطراره اکراه معناش این است که کسی م... میاد مجبور میکنه یعنی تهدید میکنه میگه اگر از این مردار نخوری تو رو میکشم خب این میتونه نخوره خب طرفم میکشتش این در اصطلاح فقهی بهش میگن اکراه یعنی یک ظالمی بیاید و تهدید بکنه که اگر این کار را نکردی ضرر عظیمی بر تو وارد میکنم در اضطرار کسی نبود تهدید بکنه انسان در وسط بیابان گیر کرده اگر تناول نکنه میمیره کسی مجبورش نکرده اما در اکراه کسی مجبورش کرده به این صورت که تهدید میکند که اگر نکردی تو رو میکشم مثلا خب اینجا این اختیار داره میتونه نکنه و کشته هم بشه اما شارع منت گذاشته و اکراه را برداشته یعنی حکمش را یه چیز دیگه هم هست الجاء الجاء دیگه اختیار نداره انسان در صورت اضطرار و اکراه انسان اختیار دارد اما اگر به اختیارش عمل بکنه ضرر عظیمی برش وارد میشه الجاء نه معناش این است که دیگه اختیارش را هم سلب میکنن دست و پاش را میبندن دهانش را به زور باز میکنن و مثلا اون حرام را در گلوی او میریزن وارد میکنند دیگه اینجا اختیار امتناع هم ندارد این میشه الجا اینها از نظر لغوی داخل در مصادیق استرار هست اینا هم حکمش با همین حکم از حدیث رفع مرف... معروف هم داله بر همین دارد خب فمن اضطر غیر باغ ولا عادن شرطش این است که باقی نباشد عادی هم نباشد باقی از بقی است بقی معناش ظلمی که از حد فراتر باشه اینو بهش میگن بقی یعنی فرض کنید اگر یک شخصی آمد یک مبلغ ناچیزی را از شما به زور گرفت این ظلم است اما اگر اومد تمام دارایی شما رو تاراج کرد این ظلمی است که فراتر از حد بیش از اندازه است اینو بهش میگن بقیه ظلم متجاوز برای حدود بر حدود کسی که باقی باشد این حق نداره مردار را بخوره اگر مستر شد ولو مرگ درش باشد خب کی باقی؟ مهمترین مصداق باقی کسی است که بر امام حق خروج کرده مانند معاویه و اهل جمل و اهل نهروان اینها بر امام عادل خروج کردند قیام مسلحانه کردند بر علیه امام عادل این باقیه این مهمترین مصداق باقیه یا کسی که به خاطر ظلم مردم خارج میشه حالا شاید مثلا در این زمان حاکم در ظاهر امام معصوم نیست اما یک کسی از شهر خودش دهات خودش منطقه خودش خارج بشه تا ظلمی بر مردم بکند اینم یکی از مصادیق باقی است تویی که بر امام معصوم خارج شدی یا خارج شدی برای ظلم مردم مستحق رحمت خدا نیستی مستحق این نیستی که خدا منت بر تو بگذارد که اگر مستر شدی این مردار را بر تو حلال بکنه لذا اگر مردار را خورد عقوبت میته هم برش بار میشه این باقی عادی از عدوان است عدوان تعدی کسی که بر دیگران تعدی بکند از مصادیق عادی در روایات کسی که عدوانگر هست کسی که راهزن است این از مصادیق عادی است یا کسی که بر دیگران تعدی میکنه قوافل را قافله ها رو امثال اینها رو به خاطر این خارج بشود یعنی کسی که سفرش برای معصیت باشد و اما کسی که طلب سید لحو کرده این در بعضی از روایات داخل در باقی هست این یک معنا برای باقی و عادی باقی از بقیه است یعنی خروج بر امام مفترض و یا خروج برای ظلم مردم از مصادیقش هم کسی که هست کسی که برای سید الله خارج بشه عادی هم کسی که تعدی بکند به خاطر عدوان و سفر بر معصیت سفر بره که از مصادیق عادی هست که یکی از مصادیقش راهزن است ممکن هم هست تفسیر دیگه ای برای باقی و عادی ذکر بشه که اینا قید برای خوردن باشد نه قید برای اون مستر یعنی این خوردنش به اندازه دفع ضرورت باشه نه به عنوان لذت باقی یعنی طالب لذت طالب لذت نباشه حالا مستر شده میاد مثلا شکم سیر با لذت از این گوشت خوک مثلا بخوره این حق نداره به اندازه استرارت ولا عادن از عود است یعنی تصمیم نمیگیره که برگرده حالا ولو استرار برداشته شد نه به مقدار رفع استرار بخوره اشکال نداره بیشترش حق ندارد حالا اگر کسی مستر شد خدا غفور رحیمه میتونست خدا حکم را باقی بگذارد با هیچ خلاف عدل هم نیست خلاف عقل هم نیست اما منت کرده خدا بر این امت لقد من الله على المؤمنین خدا منت میذاره بر مؤمنین از جمله اینه که اجازه بهشون داده این هم نسبت به این آیه بقیه ای آیات هم انشاالله در جلسات آینده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین